با توجه به اینکه در جریان جنبش زن زندگی آزادی تمام عناصر تشکیل دهنده جرم بین المللی جنایت علیه بشریت توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، این بدان معنا که در جریان این جنبش شکل سیستماتیک و هدفمند سرکوب توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران و عوامل آن علیه شهروندان مدنی به طور کامل آمدانه و هدفمند صورت گرفته است، لذا این جرم محقق شده و در حال حاضر نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران می تواند از شورای امنیت سازمان ملل متحد یا اعضای دیوان بین المللی دادگستری کیفری لایحه ICC درخواست بکنه یا از خود دادستانهای دیوان دادگستری کیفری لایحه ICC درخواست بکنه به این موضوع رسیدگی بشه تا در خصوص وضعیت تحقق بزه جنایت علیه بشریت در ایران تحقیقات مستقل رو انجام بدن و خواستار بازگشایی یک پرونده در این زمینه در دیوان بشه. درسته که دیوان بین المللی کیفری لایحه به علت اینکه ایران سند اینو نپذیرفته و عضویتی در اون نداره صالح نیست، اما در با توجه به اینکه جنایت علیه بشریت جزو قواعد عامره هست و دادستانهای دیوان می توانند در این زمینه استماع بکنن اظهارات و گزارش های آقای جاوید رحمان، این امر امکان پذیر است که چنین چیزی صورت بگیره. اگرچه قبلا هیئت سه نفره ای در چارچوب کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در قالب شورای حقوق بشر سازمان برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده و به تبع گزارش این هیئت هم میتواند موثر در این قضیه باشه.